سلام، خوش آمدید به ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب ایران. تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA 6 ماه قبل از پیروزی انقلاب، یعنی درست چند هفته قبل از وقایع میدان ژاله تهران، در ارزیابی اولیه‌شان گفته بودند حکومت شاه با ثبات است و خطری تهدیدش نمی‌کند. اما با آغاز ناآرامی‌ها، خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی روانه ایران شدند تا آنچه رخ می‌داد را گزارش کنند. با بالا گرفتن شعله‌های انقلاب، ایران در صدر اخبار خارجی آمریکا قرار گرفت. همکارم خشایار جنیدی نگاهی کرده به پوشش رسانه‌های آمریکایی از وقایع آن روزها. در روزهای پرالتهاب 1357، چشم‌های نگران جهان به ایران دوخته شده بود. دنیای غرب نگران آینده متحد استراتژیکش در مرزهای جنوبی شوروی بود و مصرف کنندگان آمریکایی هم نگران افزایش بهای نفت. خبرنگاران آمریکایی زیادی وقایع ماه‌های منتهی به انقلاب را مخابره کردند. مطالعه گزارش‌های اینها نشون میده برای اونها انقلاب ایران و آیت الله خمینی در حاله ای اسرارآمیز پیچیده شده بود و اونها تلاششون رو میکردن تا با درک بهتر از وقایع ایران اون رو به بهترین وجه برای مخاطبانشون گزارش کنن. آرشیو روزنامه های دوران انقلاب در کتابخانه کنگره آمریکا نشان میدهد خبرنگاران مطبوعات آمریکایی وقایع انقلاب را به دقت دنبال میکردند. روزنامه ها همزمان با پوشش اخبار تظاهرات سعی داشتند ریشه های انقلاب را تحلیل کنند. بعضی از رسانه ها به انقلاب ایران خوشبین بودند و بعضی دیگر با نگاهی نقادانه و محتاط سعی داشتند درباره تبعات آن بر روابط تهران و واشنگتن گمان زنی کنند. علاقه بسیار زیادی به پوشش وقایع ایران وجود داشت. در آن دوره همه شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در تهران خبرنگار داشتند. باربارا سلیوین در آن زمان در نیویورک تایمز وقایع انقلاب را گزارش می‌کرد. نظرمان به تظاهرات مثبت بود، اما هیچ کس فکر نمی کرد این انقلاب بعداً به وسیله گروهی از بنیادگرایان اسلامی که می خواستن ایران را به قرون وسطا بازگردانند مصادره شود. این حس را داشتیم که این یک انقلاب مردمی است که دلیلش نارضایتی عمومی است. کنجکاوی اصلی روزنامه نگاران آمریکایی متوجه این فرق بود. آیت الله خمینی، یک رهبر دینی که می خواست متحد مهم آمریکا را سرنگون کند. تصویری که از او ارائه می‌شد تصویر فردی اسرارآمیز و مذهبی بود که از شاه به خاطر مخالفت با دین متنفر بود. هیچ کس نمی‌دانست برنامه خمینی برای دوران پس از به دست گرفتن قدرت چیست. با برکناری حکومت پادشاهی در بهمن 57 وقایع زیادی به سرعت در ایران شکل می گرفت، تا اینکه حدود 9 ماه بعد دانشجویان پیرو خط امام در برابر چشمان شگفت زده جهان به سفارت آمریکا حمله کردند و دیپلمات‌هایش را به گروگان گرفتند و این پایان دوران خوشبینی محتاطانه رسانه‌های آمریکا به انقلاب ایران بود. خشایار جنیدی، BBC واشنگتن. مهرداد خانساری، وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در لندن در زمان انقلاب، اینجا در استودیو با ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای خانساری. شما اون زمان وابسته مطبوعاتی بودید. پوشش رسانه‌های اروپایی رو شما چطور می‌بینید از وقایع انقلاب؟ خب به طور کلی البته من چون در لندن بودم بیشتر با مطبوعات بریتانیا سرکار داشتیم، ولی خب مطبوعات اروپایی هم کم و بیش همون مطالبی رو که در جراید بریتانیا اون موقع منعکس میشد رو پخش میکردن. و خب یک جو میشه گفتش که از یه طرف برای همه بهت زده بودن از سرعت پیشرفت وقایع در ایران، ضمن که تن مطبوعات و جراید در ارتباط با دولت شاهنشاهی ایران در اون زمان خب یک تن
میشه گفتش که کریتیکالی بود و اون در ایام انقلاب شروع نشد. اون یه چیزیست که برمیگشت حداقل به 4 سال 5 سال قبل از انقلاب که سیاست‌های ایران یک مقدار میشه گفتش که یک جهتی گرفته بود که قابل انتقاد بود و مسئله حقوق بشر پیش اومده بود، مسئله اینکه قیمت نفت بالا رفته بود، اینکه پادشاه سابق ایران با اقتدار صحبت میکرد، لکچر میداد به قول بعضی از این گروه ها یا سیاستمداران انگلیسی یا اروپایی و مثلا به اونها مثلا راه و روش مثلا میخواست ارائه بکنه و این رو جرایت خب با یک دید انتقادآمیز نگاه میکردن و همچنین مسئله سیاست های ایران در منطقه بود و واکنشی که بعضی از کشورهای منطقه‌ای به طور زیرجلکی علیه ایران نشون میدادن که مثلا ایران چرا انقدر اسلحه میخره، این اسلحه برای چیه؟ و خب این گروه های لیبرال و پایگاه ها و سکوهای لیبرال و دموکراتیک خب از فرم برخورد سیستم حکومتی ایران انتقاد میکردن و سیستم مثلا فرض کنیم ساواک خب یک چیزی بود که مورد انتقاد قرار می گرفت و غلو خیلی زیادی در ارتباط با زیاده روی هایی که در اون زمان بود شد و اون در افکار عمومی میشه گفتش که یک اثر بسیار زیادی داشت، زمینی که وقایع بعد از انقلاب و تجربه‌ای که مردم پیدا کردن امروز خیلی از همون کسانی که اون موقع مقاله می نویسن متوجه شدن که اون نوشته هاشون یا اون برخوردشون با توجه به اون اتفاقاتی که بعدن افتاد یک مقدار اگزاجره بود. اگر که نگاه انتقادی داشتن به شاه، چه نگاهی به انقلابیون داشتن؟ رهبر انقلابیون رو چطور می دیدن؟ چقدر در موردش تحقیق کرده بودن و می دونستن که برنامه هاش چیه؟ من می تونم بگم تقریبا رو تجربه من هیچ نوع تحقیق جدی راجع به فرض کنیم شخص آیت الله خمینی نکرده بودن. اون رو به عنوان یک مرد خدا، یک فردی که مثلا خیر مردم رو مد نظر داره در مقابل یک دیکتاتوری که مثلا مرتکب فجایع علیه مردم ایران میشه به اون فرم قلمداد میکردن، بدون اینکه از طرز تفکر و از نوشته هاش و از اون به اصطلاح مسائلی که او در سرش میپروروند آگاهی داشته باشن. البته این گناه فقط مفسرین و نویسندگان غربی نبود، بلکه اغلب مردم ایران هم نمیدونستن. یک شرایط ناجوری در ایران حاکم بود، مردم ناراضی بودن و خب آیت الله خمینی به خاطر وضعیت خاصی که و اون به اصطلاح اون شناسنامه مذهبی که داشت خب تونسته بود که بالا سر به اون یک چتری برای تمام نیروهای منتقد به شاه در داخل و خارج باشه و کنکاو زیادی در مورد شخص او یا دیدگاه‌های خاص او صورت نمی گرفت و فقط و فقط به عنوان اینکه مردم بیشتر راجع به شاه اطلاع داشتن و انتقاداتشون بیشتر متوجه اون بود، بدون اینکه بخوان در نظر بگیرن که خب چه کسی میخواد بیاد و چه کارهایی رو میخواد بکنه. اون زمان مثل الان نگرانی در غرب وجود نداشت درباره افراطگرایان اسلامی؟ آیا اینکه رهبر این انقلاب یک شخصیت مذهبی بود اون زمان باعث نگرانی نمیشد؟ نه، اون زمان البته بعد از انقلاب خیلی تئوری‌هایی از قبیل نمیدونم اون چه پرچم سبز بود، من یادم رفته واژه‌ش، اونی که مثلا برژنسکی می‌خواستن یک نوع حاشیه سبز یا حاشیه اسلامی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی را بیندازن، از این حرفا مطرح شد. ولی اون موقع و البته این که غربی ها متوسل به حربه اسلام به عنوان حربه علیه شوروی و کمونیسم در اون زمان بشن در بحبوحه جنگ سرد و اینا، خب این یک مسئله است. خب یک جایی داشت، یک سابقه تاریخی داشت، به خصوص بعد از
شهریور 20 که روس‌ها وارد شمال ایران شده بودند و آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها سعی می‌کردند که مذهب رو که در زمان رضا شاه به اصطلاح کوچیک‌تر شده بود اون رو دو مرتبه علم بکنن که در مقابل روس‌ها. پس اون نوع نگرانی‌هایی که امروز ما با به اصطلاح اسلام افراط‌گرا داریم، اون نوع نگرانی‌ها اون موقع نبود. برعکس تصور این بود که نیروهای اسلامی یک نوع به اصطلاح پوششی هستند در مقابل احاطه نیروهای چپ و متمایل به کمونیسم و خب از این بابت اینا پوان مثبت می‌گرفتن به جای اینکه مثلا اون پوان‌های منفی که امروز در شرایط امروز به اونها داده میشه. این کاملا متفاوت بود. آیا هیچ انتقادی هیچ وقت مطرح شده بود در مقابل نگاه مثبتی که در بیشتر رسانه‌ها وجود داشت درباره این روندی که داره شکل می‌گیره توی ایران؟ نه تقریبا من میتونم بگم که خیلی از شخصیت‌های سیاسی روشنفکران اون روز همه برداشتشون از آیت الله خمینی یک برداشت مثبت بود. خیلی از آدمایی که حتی در دستگاه‌های دولتی کار می‌کردن فکر می‌کردن که ظهور او یک وضعیت جدید و کاملاً بهتری رو به وجود میاره. اما نفوذ این رسانه‌ها در ایران چقدر بود؟ چون اون زمان که شاه خب کنترل روزنامه و تلویزیون و مطبوعات و رادیو رو اینها رو در دست داشت، چقدر این رسانه‌ها تأثیر داشتن در اینکه پیامشون به مردم برسه، یا اینکه نه پیام اصلی از طریق نهادهای مذهبی از طریق اعلامیه و نوارهای صوتی به مردم میرسید؟ بله، البته اون نوارهای صوتی و اون نوع ارتباطات وجود داشت، ولی خب میدونید اون به هر حال هر جور حسابشو بکنید تو یک مملکتی که فقط فرض کنیم 40 میلیون نفر جمعیت داره به اون میزان نبود. روزنامه‌ها و جراید غربی از آمریکایی اروپایی اینها هم به هر حال با توجه به محدودیت‌هایی که در درون مملکت بود و اون سانسوری که توسط وزارت اطلاعات اون موقع اعمال می‌شد اون هم نبود. پس میشه گفتش که مهمترین منبعی که مردم اطلاعات عمومی رو می‌گرفتن بیشتر از رادیوهای خارجی بود. البته مردم به رادیو مسکو یا رادیو پکن خب توجهی به اون معنا نداشتن و به همین جهت بود که نقش بی بی سی در اون زمان که وایس آف امریکای نبود، تمام این رادیوهایی که امروز به طور مثال یا تلویزیونهایی که در رقابت با بی بی سی امروز هستن اون موقعی که وجود نداشتن و یکی از پیام اون یک منبعی بود که میتونست آگاهی به توده‌های مردم بده و مردم میتونستن از طریق موج متوسط برنامه‌های بی بی سی رو گوش بکنن و در جریان به اصطلاح حرف‌ها و مطالبی که از سوی آیت الله خمینی در اون زمان پخش می‌شد استفاده بکنن. و خب من یکی از وظایف من در اون زمان به عنوان وابسته مطبوعاتی این بود که در اصل ما بخوایم در ارتباط با پخش مسائلی که خبر نبودن و برداشتی که به هر حال اون مفسرین اون زمان در بی بی سی از اخبار میکردن خب با دیدگاهی که ماها داشتیم متفاوت بود و ما خب این یک مسئله بود که من یکی از وظایف من این بود که به طور روزانه با مقامات مسئول در بخش فارسی تماس بگیرم و این مسئله رو در میون بگذاریم. ولی اثر بی بی سی فوق‌العاده مهم بود و مقامات اسلامی هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب یک واکنش کاملا مثبتی نشون دادن و حتی به بی بی سی تبریک گفتن. دیدگاه دولت دو حکومت شاه در این زمان چه بود؟ چون بی بی سی به هر حال معتقده که تمام تلاش خودش رو کرد اون زمان که بی‌طرفانه مسائل رو گزارش بده. آیا انتقاد حکومت شاه از پوشش مسائلی بود مثل مسائل حقوق بشری یا مثلا دستگیری زندانیان سیاسی، مسائلی که عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری گزارش می‌کردن، یا مشکل دیگه‌ای با پوشش رسانه‌های خارجی از جمله بی بی سی داشت؟ ببینید در اون 6 ماه آخر، چون من پست من و ماموریت من در اصل درست روز بعد از اون فاجعه میدان ژاله شروع شد، یعنی از شهریور تا زمانی که انقلاب بود من وابسته مطبوعاتی بودم. خب در این ایام موقعی که دولت شریف امامی روی کار اومد، خب انتقاد بود که مثلا ما مطبوعات آزاد نداریم در ایران.
یهو مطبوعات آزاد شد به نوعی که در 25 سال قبل از اون نبود. مثلا ما در ایران در زمانی که حکومت نظامی بود که مردم تو خیابون نمیتونستن برن و همه جای دنیا موقعی که حکومت نظامی هست شما کنترل و سانسور مطبوعات دارین، ما اون رو نداشتیم. شرایط انتقاداتی خود لوستر شد در ارتباط با مسائلی که به طور عرفی از رژیم شاه ایراد میگرفتن، ولی مسئله اساسی ما با پخش خبر که از سوی بی بی سی میشد یا جراید دیگه این نبود که چرا این گزارش رو میدن یا چرا راجع به حقوق بشر صحبت میکنن، چرا راجع به زیاده روی های ارتش صحبت میکنن، بلکه نحوه بیان اون. مثلا ما با اینکه بی بی سی ورلد سرویس به انگلیسی مسائل رو میگفت هیچ مشکلی نداشتیم و اعتراض نمیکردیم، ولی چون افرادی که بر مسئول پخش برنامه فارسی بودن اجنده های شخصی خودشون رو داشتن و این چیزی است که مقامات مسئول نمیتونن کنترل بکنن، نمیتونن کنترل بکنن که فلان عضوی که اونجا داره کار میکنه یه برنامه پخش میگه چه جوری حرف بزنه، لحنش چگونه باشه. اون تحریک آمیز بود و ما نسبت به اون بیشتر ایراد میگرفتیم تا نسبت به محتوای اون چیزی. خیلی ممنونم ازتون. مهرداد خانساری با وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در لندن در زمان انقلاب ایران اینجا با ما. بی بی سی فارسی با عده‌ای از مهاجران ایرانی در پاریس گفتگو کرده و هر روز روایت یکی از آنها را از تأثیر انقلاب بر زندگی شخصیشان بازگو می‌کند. کارتونیستی که تا حدود 15 سال پیش در ایران زندگی می‌کرده می‌گوید انقلاب تضاد و دوگانگی را در نسل او نهادینه کرده و گاهی او را با وجود اینکه خارج از ایران زندگی می‌کرده به خود سانسوری کشانده. گفتگوی پوریا ماهرویان را با مانا نیستانی ببینید. مانا نیستانی هستم، کارتونیست، طراح و تصویرساز و نویسنده کتاب‌های کمیک. از سال 1368 شروع به کار در مطبوعات کردم به عنوان تصویرساز و کارتونیست و در سال 1385 ناچار به ترک کشور شدم و از اون موقع در کشورهای مختلفی سکنا گزیدم که آخرینش فرانسه بوده برای 8 سال اخیر. آقای نیستانی، انقلاب ایران مشخصاً چه تأثیر مستقیمی روی زندگی شما گذاشت؟ در ریز ریز خاطرات من نقش بسته و تأثیر گذاشته میتونم بگم. از کودکی من شروع میشه، نه فقط از زمانی که من تصمیم گرفتم که یک روزنامه نگار و کارتونیست روزنامه‌ای بشم. جزء نسلی هستم که در 5-6 سالگیمون انقلاب شد و کودکی و نوجوانی رو در دهه 60 گذروندیم که به اعتقاد من یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ انقلاب بود و هست و اصلا یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر. دوره جنگ، دوره کشتارها، دوره ترس و وحشت، دوره حمله عراق، دوره که ناگهان تلویزیون برای بچه، از دید بچه 5 ساله دارم میگم، از تلویزیون برنامه کودکان، تمام رنگ‌های شاد، کارتون‌هایی که پخش می‌کردن ناگهان همه رو قطع کردن به خاطر اینکه غربی آمریکایی بودند و جاش فضای سیاهی حاکم شد. تلویزیون دو شبکه بیشتر نداشت. برنامه بسیار حس و حال روانی داشت. من احساس میکنم که هیچ وقت ما بچه های طبیعی، ما نسل ما بچه های طبیعی از آب در نیامده و نمیتونستن از آب در بیان. دوگانگی که حاکم بود در خانه و بیرون از خانه، شما فکرشو بکنید مدام توی خونه به ما تذکر، به عنوان شاید یه خانواده مذهبی چنین تجربه من مثل من نداشته باشن، شاید دوستان اصلاح طلب مذهبی همچین تجربه نداشته باشن، ولی یه خانواده که دگراندیش بود، مدل زندگیش مذهبی نبود، مدام پدر مدام مادر نگران بود که نکنه که ما چیزی توی مدرسه بگیم که نشون بده که ما مذهبی نیستیم، نشون بده که ما خیلی طرفدار انقلاب نبودیم و این دردسرساز بشه. میدونی این تظاهر و دوگانگی از اول با انقلاب در من به طور نوعی ریشه کرد و میدونم داستان خیلی دیگه هم بوده هست. این رو بگیرید بیاید تا زمان روزنامه نگاری و تمام بلاهایی که به عنوان روزنامه نگار دگراندیش، منتقد یا دگرخواه بر سر ما اومد، تمام کنترل ها، تمام ترس و درسات، تمام سانسوری که حاکم بود، امیدهایی که در ما تزریق شد مثل 2 خرداد و بعد توسط رهبری یا نهادهای رسمی نظام به تبدیل ناامیدی شد و بارها این اتفاق افتاد در دورهای مختلف و برای نسلهای مختلف بعد از انقلاب 88 و بعدتر. این تضاد و دوگانگی به قول خودتون یاد داده میشه که چیزی که در خونه هست در بیرون نباید بگید راجع بهش.
این چجوری نمود پیدا کرد تو کارهای بعدی شما، تو زندگی حرفه‌ای شما چجوری تاثیر گذاشت؟ خب این دورویی که این نظام در ما ایجاد کرد، این جریان انقلاب، جریان بعد از انقلاب در ما ایجاد کرد، تبدیل شد به نوعی از نقش بازی کردن، نوعی از تظاهر کردن، برای اینکه ما همچنان در صحنه و در عرصه حاضر باشیم و فعال باشیم. این در طولانی مدت به اعتقاد من تبدیل شد به خودسانسوری، به دیگر فریبی. ترس من شخصا همیشه این بود که خیلی به این وادی نغلطم، یعنی هی باید راههایی پیدا می‌کردیم که یه مقدار از خودمون رو به نمایش بگذاریم. من لااقل اینطوری بودم، یه مقدار از خودم رو نمایش بگذارم، یه مقدار خودافشاگری بکنم، در عین اینکه خیلی به دام نیفتم، در اینکه خیلی گزک دست سانسورچی ندم یا دست زندانبان ندم. متوجه هستین این اتفاقی بود که شخصا برای من افتاد و در یه دید وسیع‌تر وقتی نگاه می‌کنم احساس می‌کنم که برای جامعه افتاد، یعنی جامعه درگیر این قضیه شد و در طولانی مدت تبدیل شد به یک دورویی نهادینه و حتی یه جور ارزش متاسفانه که خیلی کندن ازش دشواره، خیلی سخت است. این نطفه‌اش در همون اول انقلاب کاشته شد. گفتگوی پوریا ماهرویان بود با مانا نیستانی. در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب 57 نگاهی می‌کنیم به مطبوعات ایران در روز 19 بهمن. مسعود بهنود و مریم افشن روزنامه‌های اصلی اون روز رو ورق می‌زنند. سلام آقای بهنود، بریم نگاه کنیم به روزنامه‌های روز 19 بهمن که فضا باز هم هی داره انقلابی‌تر و مهیج‌تر میشه. مهمترین حادثه اون روز این عکسی است که می‌بینید، متعلق است به زنده یاد حسین پرتوی، عکاس روزنامه کیهان. این عکس در حقیقت دیدار همافرا رو یا بخشی از همافرا رو با خمینی نشون میده. ولی این صحنه که دارید می‌بینید که با این تیتر هزاران نظامی امروز از برابر امام رژه رفتند که تیتر کیهان هست، این در حقیقت کمر ارتش رو شکست. حالا ممکنه بگیم اگر این نمی‌شکستم دو روز بعد می‌شکست، ولی از اینجا شروع شد. این عکس تأثیر عجیب و غریبی در فضا گذاشت. چند روزی بعدش خب انقلاب پیروز شد، ولی از این روز به بعد سرعت عجیبی گرفت ریزش ارتش. و وقتی این عکس چاپ شد، واکنش اولیه بختیار و نظامی‌ها که برای اولین بار رفتن به دیدن بختیار به دنبال همین حادثه، فرمانده های نظامی، این بودش که گفتن نه این عکس جعلی است و ساختگی است و به قول امروزی ها فتوشاپ، و البته موقع فتوشاپ نبود، و بنابراین انکارش کردند. ولی بعداً خب بخش های دیگه از این عکس رو فرداش که آن چاپ کرد، دیگه جای انکار برای کسی باقی نماند. نکته جالب دیگه توی این صفحه روزنامه کیهان برای من شعارهایی که هست. اون بالا داره میگه که نظامیان در راهپیمایی میگفتن ما قطره ای از ارتش تو هستیم خمینی. از قول زنها اینجا این پایین گفته که خمینی خمینی توی مجری قرآن، بازرگان بازرگان نخست وزیر ایران. و بختیار هم گفته که نتیجه رفراندوم مخالفان را میپذیرم. یادتون باشه که در یه همچین روزی آقای شریف امامی که نخست وزیر قبل از آقای عصاری بود از کشور رفت. بله، روزنامه اطلاعات داره نشون میده اینجا که خروج مرموز شریف امامی مرموزی هم نبود، به خاطر که ایشون به طور عادی از فرودگاه رفت و به این ترتیب تنها نخست وزیر پیشین که در ایران باقی موند همون کسی بودش که در زمان حضور پادشاه به زندان افتاده بود و همونطور زندانی تحویل انقلابیون داده شد و بعد هم اعدام شد. آقای هویدا نخست وزیر 13 ساله دوره طلایی پادشاهی. و این به هر حال حادثه پاسخ نگفته موند در ذهن تاریخ. البته پادشاه در کتابی که در خارج از کشور نوشتن اشاره میکنن که ایشون میخواسته که آقای هویدا در تهران نباشه، پیشنهاد سفارت در بلژیک رو داده بودن، ولی ایشون قبول نکرده که این ماجرا مال قبل از زندانه، مال قبل از اینی که بره زندان، یعنی چند ماه قبل از این پیشنهاد صورت گرفته بود که همه چیز سر جای خودش بود. ایشون هم گفته بود که من دلیلی برای رفتن ندارم. این بالا هم از قول آقای خمینی میگه شاه در دادگستری محاکمه میشود.
حالا یواش یواش هی این صحبت این که انقلاب احساس پیروزی بهش دست داده و نظامی ها هم یواش یواش اومدن تو، اول بدنش اومده بعد فرمانده هاش اومدن، البته شاید اول فرمانده ها اومدن بعد بدنه اومده، نمیدونیم. و در نتیجه این صحبت که شاه چه میشه، شهبانو چه میشه، ولیعهد چه میشه و تهدید و به اصطلاح تحریک و اینا فراوان تو روزنامه هست. بریم فردوسی رو ببینیم. فردوسی روزنامه در حقیقت مجله روشنفکری دهه چهل هست که یه مدت هم تعطیل بود و نزدیک انقلاب دوباره در دوره عاملی تهرانی مثل بقیه مجلات مثل رامصبر و امید ایران شروع به انتشار کرد، ولی میبینیم که او هم سرانجام پذیرفته که صحنه اینطوری شده که میبینیم. صفات داخلی فردوسی داره از اعماق جنبش میگه که خیلی جالبه که عکسای زنها رو نشون میده که اکثرا با چادر هستن. بله، بیشتر این تظاهراتی که داره نشون داده میشه، عکسش هم آقای احمد کاووسیان گرفته، بیشتر به نظر میرسه که تظاهرات سمپاتای مجاهدین هستند. از درود بر مجاهدین با عکس‌های شریعتی. در تظاهرات عمومی کمتر اتفاق میافتاد که تمام صحنه از خانمای محجبه باشه. بریم سراغ آیندگان و مقاله از آقای شمس لنگرودی، دو راه بیشتر نداریم، ویتنام یا شیلی. این مقاله رو آقای شمس لنگرودی نوشتن در پاسخ مقاله خانم مهشید امیرشاهی که یادتون است در آیندگان چاپ شد و در اونجا ایشون سوال جدی رو مطرح کرد که کسی پاسخ این مرد رو نمیده، مقصودش بختیار بود. آقای لنگرودی در این مقاله به طور خلاصه نتیجه میگیره که دو تا راه در پیش هست برای ایران اگه انقلاب نشه، یکی این که ویتنام بشه، یکی شیلی بشه، یعنی یکی کودتا، یکی هم جنگ. و راه حل سومش هم لابد این هست که انقلاب پیروز شه که شد. چند روز کلا فضای عجیبی بوده. ممنون آقای بهنود. سه روز دیگه تا انقلاب مونده و دوباره برمیگردیم و این سه روز رو هم مرور خواهیم کرد. مرور روزنامه های روز 19 بهمن بود. به پایان ویژه برنامه امروز 40 سالگرد انقلاب ایران می رسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.